سلام، خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی داستان دیگه. همیشه در جهان برای رسیدن به سطح‌های فراتر از استادی نیازی که محدودیت‌ها رو شکست. برای این کارم همیشه نیاز به یک سلاح بوده. فردی موفق شد این محدودیت‌ها رو پشت سر بذاره و وارد سطح دیگه‌ای بشه. اون فردم شوالیه نیزه‌دار افسانه‌ای بود، بزرگترین قهرمان کل امپراتوری، موجودیتی که با ارزربی خودش کوه رو میتونست شکاف بده. حتی اون قهرمانی بود که تونست در قاره‌ای پهناور جنگ در داخل امپراتوری آوالون رو متوقف بکنه و مسیر سرنوشتی کشور رو تعیین بکنه. اونم به تنهایی. قهرمان بزرگ نیزه، جاشوا ساندرز. اما از اون روز به بعد همه چیز تاریک شد. حالا دلیلش چی بود؟ وقتی که قدرت شوالیه نیزه بیش از اندازه تصور هر کسی شده بود و هیم در حال افزایش و بیشتر شدن بود، افرادی رو ترس برداشت، پس به فکر به زانو در آوردن اون افتادند. اون افرادم سران قدرتمند کل امپراتوری بودند. همشون هم دست در دست هم دادن تا با یک نقشه بی‌نقص شوالیه نیزه رو به زانو در بیارن. جاشوا ساندرز، شوالیه نیزه افسانه‌ای، توی تلاشون افتاد و بلند فریاد می‌زد: چرا؟ چرا دارید این کار رو با من می‌کنید آخه هان؟ چرا من؟ یهویم یکی از اربابان جادو که باعث به زانو در آمدن قهرمان نیزه شده بود میاد جلو و میگفت: خیلی جالبه. قدرت جادوی سیاه و قدرت مقدس ضد همدیگه هستن. جفتشون هم الان در درون تو با همدیگه برخورد میکنن. تو اصلا معمولی نیستی. وگرنه تا الان 100 بار مرده بودی شوالیه نیزه. جاشوا هم به زانو در میاد و دوباره در حالی که عصبانی بود خیلی هم درد داشت فریاد میزد: گفتم چرا؟ چرا با من همچین کاری میکنی؟ در واقع جاشوا به عنوان قهرمان امپراتوری هیچ وقت خیانتی نکرده بود. حتی فکر خیانت هم به سرش نزده بود. برای همینم کلی متعجب بود که چرا این کارو باش کردن؟ آخه اونقدر وفادار بود که حاضر بود هر جو هر وقت جون خودشو برای دفاع از کل کشور و امپراتوری بده. تنها اهداف شخصی خود جاشوا هم این بود که به همه دنیا نشون بده نیزه یک سلاح خیلی قدرتمنده که یک فرد میتونه باش به بالاترین جایگاه ها هم برسه. همچنین میخواست ثابت کنه که به عنوان فرزند یک زن صیغه‌ای و یک حرومزاده غیر رسمی میتونه به اوج برسه تا دیگه تحقیر نشه. علاوه بر این، هدف دیگه ای هم جاشوا داشت که میخواست به ارباب خودش، یعنی بهترین دوستش که از دوران کودکی با اون بوده، کمک بکنه و همه جوره در کنارش باشه و ازش محافظت بکنه. ولی خب درست بعد از جنگ های داخل امپراتوری، وقتی اون تبدیل به اعلیحضرت امپراتور شد، یهو همچین کاری براش کردن و همچین تله‌ای براش گذاشتن. جاشوا همیشه به این افتخار میکرد که به اون خدمت میکنه و ازش محافظت میکنه و دست راستش هست. اما اون، یعنی امپراتور سزار وان بریتون، بهش خیانت کرد و ما نقشه قبلی به زانو در آوردش. جاشوا هم با سوال میکرد و میگفت: ولی چرا؟ به هم جواب بدید، حق دارم که بدونم. تا اینکه یهو یک فرد دیگه که انگاری جادوی کشنده رو داشت هدایت میکرد میاد نزدیک جاشوا و بهش میگفت: گوش کن، در این جهان موجوداتی وجود دارن که تنها وجود اونها خطر بزرگی برای بقیه است و حالا جنگ داخلی تموم شده جاشوا. استفاده خودمون از تو کردی. بعد از جنگ داخلی اعلیحضرت امپراتور باور داشتن که تو یک خطر هستی، خطری که به راحتی توان تصرف همه چیز رو داری، قدرتی که غیر قابل کنترله. همه اینا به خاطر اینه که تو زیادی قدرتمند هستی جاشوا. این یارو هم در واقع ارباب برج بزرگ جادوی کل امپراتوری اوور گرانت بود. ادامه میداد و میگفت: پس تصمیم بر این شد که چیزی که ازش ترس داشتیم و نابود بکنیم تا دیگه تهدید یا خطری باقی نمونه. در واقع تو باور نکردنی هستی جاشوا. حتی رزمیکارهایی که کل زندگی خودشون رو درباره مانا تحقیق میکنند و دهها براش وقت میذارن، نهایت بتونن یه خنجر کوچیک رو با حالی شمشیر بپوشونن. ولی تو حیوانی هستی که تونستی اون نیزه گنده که بنزه دوتا آدم اندازه داره رو کاملا با حالی خودت بپوشونی. ببینم جاشوا، تا حالا چند نفر با اون نیزه ترسناکت کشتی هان؟ ولی گذشته از همه اینا، من چیزی رو میدونم جاشوا. تا حتی از دیوار محدودیت های خودت هم کاملا فراتر رفتی و الان بدون شک توی مرحله جدید هستی و همینجوری هم در حال پیشرفت هولناکی هستی. پس تو باید بمیری جاشوا.
یا بایم با اون گوی عجیب پیرمرد کاری میکنه که جاشو اوضاعش خیلی خرابتر بشه و حتی شدت درد بدنش هم خیلی زیادتر بشه. انگاری هم اعضای داخلی بدن جاشو داشتن منفجر میشدن. اون گوی رو هم جاشو میشناخت. بدون شک هم اون گوی یه آیتم فوق‌العاده افسانه‌ای بود، آیتم گوی چرخان. با این وضعیت هم راهی برای فرار وجود نداشت. تا اینکه یه فرد دیگه به جاشوا نزدیک میشه و بهش میگفت در واقع منم از تو خیلی میترسم جاشوا ساندرز. فقط با نگاه کردن به اون نیزه ترسناکت که هزاران نفر رو با یه حرکت نابود میکنه مو به تنم سیخ میشه. اصلا نمیتونم تصور کنم که با اون نیزه به من ضربه بزنی. برای همین فکرم دارم دیوونه میشم و کلا آرامش ذهنی ندارم. جاشوا هم خیلی عصبانی بود، آخه تا حالا هیچ بدی به اینا نکرده بود. ولی این همه نرومزادها یه ماسک روی صورتهاشون داشتن، ماسکی که پشت اون قایم شده بودن و روی واقعی خودشون نشون نمیدادند. اون گوی تلسم جادویی هم هی به جاشوا فشار می آورد و به زمین میزندش. یهو هم ارباب برج بزرگ جادو میگفت گذشته از اینا جاشوا ساندرز، ازت واقعا ممنون هستیم. اگه به خاطر فداکاریای تو نبود ما امروز اینجا زنده نبودیم. من به همین افراد اینجا ازت برای خدمات زیادت سپاسگزار هستیم و حالا خدا نگهدار دوست قدیمی من. این کلمات آخرش هم خیلی خبیثانه میگفت. جاشوا هم به زمین افتاده بود و هی خون بالا می آورد. اعضای بدنش هم هی از درون متلاشی می شدن، جوری که اصلا توان درمان و احیای خودش رو نداشت. در همین حین هم ناگهان امپراتور سزار سرش بالا میندازه و شروع به صحبت میکنه و میگفت رقت انگیزه، من نمیتونم این صحنه رو نگاه کنم، زودتر بمیر. و بعدش هم دیگه میزولند و از اونجا میرند. جاشوا هم داشت کم کم جون میداد و دیگه آروم آروم داشت میمرد. خدای بیچشم رو بودن اینان، کاملا خودشونن بیچشم روی عوضی. اما جاشوا فوق‌العاده عصبانی بود، پس بلند با صدای گرفته خودش فریاد میزد سزار وان بریتون، فکر نکن این آخر کاره. من قسم میخورم روزی این کارتو رو تلافی بکنم، هیچ وقت کارتو فراموش نمیکنم سزار. ولی خب جاشوا در حال مرگ بود، پس اصلا جدیش نمیگرفتند و داشتن میرفتند. حتی مطمئن بودند که میمیره، آخه نامرد کلا اطمینان حاصل کرده بودند. آخه بعد از رفتنشون یهو یه دایر جادوی خیلی قدرتمند که تشوهای 5 کیلومتری رو کلن خاکستر میکرد زیر جاشوا ظاهر میشه. اینم 100% پودرش میکرد. جاشوا هم میکوبید به زمین و با خودش داد میزد لعنت بهتون هرومزاده ها. در نهایت هم قرار بود شوالی نیزه افسانه‌ای با اعتماد اشتباه نابود بشه، اونم به این شکل مسخره و خیلی بد. اصلا کی فکرشو میکرد آخرش توسط دوست صمیمی خودش از پشت خنجر بخوره و با خیانت کشته بشه. ولی خب کارش هم نمیشد کرد، هر از مرگم غیر ممکن بود، اونم با این وضعیت خیلی بد. انگارم خیلی خوب براش برنامه ریخته بودن نامردا تا اصلا هم نتونه فرار بکنه. تا اینکه جاشوا یهوی چشماش به نیزهش میفته، نیزه قدرتمندی که اسم لوکیا رو داشت، نیزه که حتی به عنوان درو کننده میدان جنگ هم شناخته میشد. پس میخواست حداقل نیزه خودش رو توی دستاش بگیره. هی هم جاشوا زور میزد و سعی میکرد که به نیزش نزدیک بشه. به حالم جاشوا همیشه فکر میکرد نیروی خاص و عجیب درون نیزش نهفته است. آخه اون نیزه نیزه معمولی نبود. پس میخواست نیزش رو به دست بگیره که شاید توی این موقعیت خیلی بد اون قدرت مشکوکی هوی پدیدار بشه. بنابراین جاشوا زور میزد تا حرکت بکنه، ولی بدنش خیلی داغون بود. اما هی زور میزد، همش هم یکم دیگه مونده بود تا اینکه بالاخره جاشوا نیزش رو درست روی دستاش میگیره و بعد از انجام این کار یهوی کل بدنش بی‌حس میشه و چشماش آروم آروم سیاهی میرفتند و کلاً هم داشت میمرد. بلافاصله هم دایره جادویی انفجاری منفجر میشه و انفجار خیلی شدید و باور نکردنی ایجاد میکنه و کل فرو رفتگی بین اون قله ها رو کلا نابود میکنه، همه چیز رو هم میبله و بالاخره دوک بزرگ امپراتوری اوالیون یعنی جاشوا ساندرز با خیانت از طرف نزدیکترین دوستاش نابود میشه و از هستی محو میشه. اما ناگهان یهوی جاشوا چشماشو باز میکنه، اونم توی بدن یه بچه خیلی کوچیک و از جا میپره، انگارم روی تپه کاه بود. جاشوا هم هی نفس نفس میزد و انگاری هم حسابی جا خورده بود. وقتی هم اطرافو نگاه میکنه متوجه میشه اینجا استبل اسبها. ولی این چطوری ممکن بود؟ مگه توی اون ماجرا نمرده بود؟ حتی منفجرم شده بود و به هزار تیکه مساوی تقسیم شده بود.
ولی انگاری الان زنده بود و اینجا هم استبل اسبا بود. یهویی هم جاشو به دستهای خودش نگاه میکنه، انگاری واقعا دستاش خیلی کوچیک شده بودند. اما این چطوری ممکن بود آخه؟ چطوری؟ تا اینکه جاشو به خودش میاد و بلند با خودش میگفت نه این غیر ممکنه، من چطوری یک بچه شدم؟ یهویی هم از استبل میزنه بیرون و میره توی کنار چاه و یه سطل آب از چاه میکشه بیرون و توی آب نگاه میکرد. انگاری واقعا یه بچه شده بود، خیلی خیلی هم جوون بود. ولی خب وقتی که جاشو یکم بیشتر به اطراف نگاه میکنه و صورت خودش رو نگاه میکنه، متوجه چیزای آشنایی میشه. این واقعا خیلی عجیب بود، اصلا معلوم نبود چطوری، ولی انگاری برگشته بود به گذشته، به حدود 50 سال قبل. اما این برای جاشو خیلی خوشحال کننده بود و خودشم میگفت خیلی جالبه، واقعا جالبه. این بدون شک یک فرصت جدید برای منه، یه فرصت غیر قابل باور، فرصتی که میتونم همه چیز رو عوض کنم. بس زلوان بریتون، منتظر باش، این بار دیگه گولت رو نمیخورم و 100% پدرتو در میارم. و در ادامه داستان قرار بود چی بشه و جاشوا ساندر چه کارهایی انجام بده و در دوران بچگی خود چقدر قدرتمند بشه و این داستان چقدر قرار خفن و باحال باشه، توی قسمت‌های بعدی در کانال انوایشن کنار هم دیگه خواهیم دید. خب رفقای عزیز، مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من اومدید. لطفاً سابسکرایب چنل فراموش نکنید، لایک ویدیو هم حتما بزنید. مرسی که همیشه حمایت میکنید، دمتون گرم، چاکر تک تکتونم. حتما سابسکرایب رو بزنید. بازم مرسی، تا یک ویدیو یه قسمت دیگه، گود بای از اون دلم. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. لطفاً علاقه خودتون رو نسبت به این مانهوا از 1 تا 10 در کامنت ها کامنت کنید. ممنونم، خدا نگهدار.